در حالی که سفیر آمریکا در اسرائیل سورپرایز خوبی اهدا کرده و گفته نفسهای رژیم ایران به شماره افتاده جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته امیدوار ایالات متحده در اوایل این هفته به طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا که هدفش حفظ توافق با ایرانه پاسخ مثبت بده بورل گفته ایران به این پیشنهاد که بعد از 16 ماه مذاکرات غیر مستقیم آمریکا و ایران با اتحادیه اروپا به دست اومده پاسخ معقول داده جزئیات این پیشنهاد عمومی نشده اما منابع آگاه قبل از این به الجزیره عربی گفته بودند این پیشنهاد تصریح میکنه یک روز بعد از امضای توافقنامه جدید تحریم ها علیه 17 بانک ایرانی و 150 مؤسسه اقتصادی ایرانی لغو شد زمینا تهران فورا شروع به عقب نشینی از گام میکنه که برای پیشبرد برنامهش برداشته و ظرف 120 روز بعد از امضا ایران مجاز 50 میلیون که نفت در روز صادر کنه. این منابع گفتن این قرارداد زمینا شامل آزادسازی 7 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران در کره جنوبی هم میشه بورل گفته پیشنهادی از سمت من به عنوان هماهنگ کننده وجود داشت که تعادلی که به اون رسیدیم ایجاد میکرد و فکر نمی کنم دیگه بتونیم کاری براش انجام بدیم جوابی از طرف ایران وجود داشت که اونو در نظر گرفتیم بورل گفته این موضوع به ایالات متحده اعلام شده و هنوز این کشور به طور رسمی جواب نداده امیدوارم این جواب به مذاکرات پایان بده یکی از مقام های اتحادیه اروپا هم قبلا گفته بود این طرح طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا طرح نهایی این اتحادیه برای احیای پیمانیه که سال 2018 آمریکا ازش خارج شده بورل گفته اگه ما بتونیم این توافق و عملی کنیم جهان مکان بسیار امتری میشه این در حالی که کنعانی سخنگوی مزدور وزارت امور خارجه نظام ملهای ایران گفته آمریکا در مذاکرات تعلل میکنه این مردک که هیچ وقت موضع مشخصی در این زمینه نداشته گفته موضوعات باقی مانده هر ممکنه به نسبت کم باشه ولی موضوعات میان و باید در مورد اونا تصمیم گیری و توافق شه